دولت بایدن ایران را به عنوان بالاترین حامی نظامی روسیه میشناسد و تجارت تسلیحاتی این دو را یک مشارکت تمام ایار دفاعی توصیف می کند. همزمان تهران از ترور در داخل و خارج بازداری نشده و با نگاهی به سابقه دولت بایدن جای تعجبی نیست زیرا پرزیدنت بایدن ریاست جمهوریش را با کاهش فشار بر نیابتی های تهران در یمن و پشت کردن به شرکای آمریکا در خلیج فارس آغاز و دو سال و نیم را در تعقیب ایرانی ها دور میز مذاکره اتمی تلف کرد و در حالی که ایرانی ها و گروه های نیابتی آن از زمان روی کار آمدن بایدن 80 حمله علیه نیروهای ما در عراق و سوریه انجام دادند آمریکا تنها چهار بار با قدرت پاسخ داده. اگر تهران از عواقب جدی چنین تجاوزی حراس نداشته باشد وقتی آنها بارها و بارها به سراسر سر منطقه حمله می‌کنند نمی‌توانیم غافلگیر شویم.